فاطمه کوباز روانی هستم. من نایب دبیر این رویداد بودم. دلیل این که قبول کردم که تو این رویداد کاری انجام بدم صرفا به خاطر همین یک حوزه بود، به خاطر اینکه خیلی حوزه محجوری بود و دانشکده هایی مثل دانشکده نیمچینی، عمران، دانشکده مواد و خیلی دیگه از دانشکده ها که توی دانشگاه میدیدم حضوری نداشتن یا حضور فعالی توی مجتمع خدمات نداشتن و همیشه برام سوال بود که بابا اینا انقدر حل مسئله میکنن، الان داستان چی؟ آیا فقط و فقط نیاز ما توی حوزه آی سی تی هستش که حالا استارتاپ های دیروز که بودن توی حوزه ای کامرس خیلی هم تعدادشون زیاد بود، پیشتکایی که به دست ما رسید توی این رویداد حدود 417 تا بود که فقط و فقط 17 تاش مربوط به حوزه هارتک بود. من دوست داشتم اینو اضافه بکنم به مرکز کارآفرینی و صرفاً یک پله‌ای باشه برای آغاز این مسیر و بیشتر از این که مطروف به سرمایه گذاری و اینکه حالا به جایزه بدیم به این استارتاپ ها یا هر چیزی که توی رویدادهای دیگه خیلی باب هست، هدف من صرفاً این بود که کوریدور خیلی خوبی ایجاد بشه برای ارتباط دانشگاه و صنعت، چیزی که خیلی حرفش رو میشنویم ما معاونت پژوهشی زیر شاخه داره اصلا به این اسم، ولی حضور و فعالیت مؤثری رو هیچ وقت ما ازشون نمیدیدیم، نه در سطح دانشگاه و من تو فکر میکنم توی صنعت هم از جانب کسایی که توی این حوزه هستن همین حسبشون دست داره. من فقط و فقط از 6 تا سوالی که اضافه کردم اینجا نوشتم چند تاشو خط میزنم، اون دوتای آخر مربوط به خود دانشگاهه و خیلی کوتاه، ولی سوالات کلیشه‌ای رو میخوام کنار بذارم که نمیدونم چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه رو چی میدونید. میخوام خیلی عملی تر و کاربردی تر ازتون سوال بکنم. چقدر خوب میشد که اگه دوستان دیگه هم بودن که تخصص های دیگه هم داشته باشیم، حالا به هر شکل. من میخوام بدونم چرا نوآوری توی یه سری از صنایع کشور ما تبدیل به افسانه شده، مثل صنایع مس، تمامی فعالیت های حوزه معدن، خودروسازی، پتروشیمی، صنایع نفت، آیا اینا نیازی ندارن که قرار باشه از طریق دانشگاه حل بشه یا نیازشون خیلی بالاست که توسط دانشگاه‌های داخل حل نمیشه، این نیاز از خارج از کشور تامین میشه، کلی پارک علم و فناوری وجود داره، میتونم نام ببرم هم توی حوزه معدن هم توی خود صنعت، مراکز نوآوری دارن، پارک دارن که معطوف به این هدف میخوان کار کنن، ولی چیزی که در عمل دیده میشه ولی چیزی که در عمل دیده میشه اینه که هیچ فلو انفعال اینجا نیست، نه نیازی از این تاریخ بگیری میشه نه از اون بر مسئله حل میشه. و یکی از چیزایی که حالا منظورم به گلگهر اصلا نیست چون اگه اینو بگم بزرگترین اجحافو در حقشون کردم، همینجور که مجری گرامی این روی پادا گفتن، بین این همه شرکت دولتی و حالا خصولتی یا اینه که سردمداران این صنعت هستن فقط و فقط یک شرکت بود که یه همکاری درخوری با ما داشت و اون گلگهر بود. اونو فاکتور بگیریم، میخوام ببینم که چطوریه که یکی که میخواد بره وارد معدن بشه کار کنه به عنوان کارمند، کارشناس، به عنوان یکی قرار حل مسئله بکنه، یه فیلتر یا من یه بار دیدم و اون فیلتر اینه که شما یا باید مهندسی معدن خونده باشید یا مهندسی برق خونده باشید یا کامپیوتر، حالا شاید فیلترها عوض شده باشه. کل کاری که دانشگاه میکنه قرار نیست که این لیسانس رو که به ما میده یا این کارشناس ارشد رو که به ما میده قرار باشه ما کارشناس ارشد چیزی بشیم، ما اینجا یاد میگیریم چجوری حل مسئله بکنیم.
و لزوما قرار نیست کسی که مواد و متالوژی خونده معطوف به معدن جلو بره، و کسی که عمران خونده، عمرانی که حالا من خودم عمران خوندم، خیلی پرچم عمران همیشه میبرم بالا، 13 تا گرایش داره، یه رشته مادره، بعد این تمامی این رشته ها هر سال 4 تا دانشگاه ها تغییر میکنه، مسائل یه شکل دیگه میشه. میخوام ببینم این از کجا میخوره که صنعت همچنان یا فیلتراش تغییر نمیکنه یا با گپ خیلی زیادی این فیلتراش تغییر میکنه و اینو میپذیره که آقا من میتونم مهندسی که قرار بر من حل مسئله بکنه رو پذیرش بکنم، نه اینکه من یه مشکلی دارم توی حوزه برق. خیلی از گرایش‌ها هستن که با هم همپوشانی دارن، خیلی در مراتب بالاتر مستقیما که به ذهنم میرسه آقا من برم یه کارشناس برق استخدام کنم که ببین مشکل منو حل بکنه. من دوست داشتم که شما به این سوال من پاسخ بدید. حالا خانمهندس خیلی اتفاقا اوتو کشیده سوال رو پرسیدن، مثلا فیلتر اینجوری نیستش، فیلتر خیلی سخت‌تر از این هستش، اصلا بحث تخصصی شاید خیلی جا مطرح نباشه، مسائل دیگه مطرح میشه. ولی در کل حالا این موضوع حالا منابع انسانی رو در شرکت ها میخوایم در نظر بگیریم، من یک حالت ایدئال رو صحبت میکنم نه حالت واقعی. یک مجموعه مالا صنعتی، یک مجموعه معدنی، یک مجموعه تولیدی معمولا بایستی بره دنبال حل مشکلاتش. برای حل مشکلاتش هم یکی از بخشش نیروی انسانی متخصص و ماهر هستش. نیروی متخصص و ماهر از کجا میخواد بیاد؟ ما یه سری قوانین هم داریم، قوانین در واقع بالادستی هستش که از طرف اداری کار و نحوه نظام استخدام کشور بایستی، حالا به خصوص شرکت های بزرگ اونو باید رعایت کنن. حالا شرکت کوچیک شاید اینجور نباشه و بتونن به راحتی بحث استخدامشون رو دنبال کنن، اما شرکت های بزرگ قطع به یقین بایستی طبق یک سری قوانین و مقررات بحث استخدامی رو دنبال کنن. برای مثال این مجموعه گلگو رو بخوایم مثال بزنیم، حتما بایستی بر اساس آزمون‌های استخدامی کار دنبال کنیم. آزمون‌های استخدامی اگر که کوچکترین خطری درش باشه، از فرماندار و امام جمعه و نماینده و تمام منابع قدرت شهرستان گرفته تا خودمون اشخاص هم که در اون آزمون شرکت کردن مدعی ما خواهند. پس بنابراین ما زیر ذره‌بین‌های بسیار بالایی هستیم برای انجام استخدامی. حالا توی اون استخدامی هم حالا شما برای هر کدوم از این حالا به قول معروف پست‌های سازمانی میایید و یه سری مشخصه ها و یه سری در واقع ضرورت ها رو تعیین می‌کنید. اولین ضرورتش بحث به قول معروف تخصص هست. تخصص از کجا میاد؟ از دانشگاه میاد. دانشگاه رو شما بر اساس یکی از گرایش های تحصیلی فارغ التحصیل شدین دیگه، رو اون آیتم اول رو بایستی به این ترتیب داشته باشین. اما این مسئله بازم نیروی متخصص ماهر نیست، صرفا نیروی متخصص تحصیل کرده دانشگاهی هست. اینجا نیروی متخصص ماهر کی بایستی ما تحویلش میداده که حالا اون ضعف وجود داره؟ اینجا دانشگاه بایستی تحویل میداده. دانشگاه کاملا تئوری بوده، تئوری هست و احتمالا تئوری خواهد بود. هنوز ما به این سمت نرفتیم که دانشگاه برای ما نیروی تخصصی رو بخواد تحویل ما بده، نیروی ماهر رو بخواد تحویل ما بده. نیرویی که داره از دانشگاه خارج میشه شاید به درد صنعت انقدر نخوره، مگر که ما خودمون بپذیریم بگیم که هنوز ما اشخاصی رو داریم که در مجموعه میتوانن به این آقا به این خانم در واقع آموزش بدن و اینو تا یکی دو سال آینده که هنوز اون شخص بالادستی بازنشسته نشده میتونه تجربیاتش رو به منتقل کنه، که این هم خودش جای بحث داره که چقدر فرهنگ موجز دانش در مجموعه های بزرگ وجود داره یا نه. فرضا به صورت کلی بخوایم این رو تقسیم بندی کنیم، ما مجموعه دانشگاهیمون اگر بتوانن نیروی متخصص و ماهر رو تربیت کنه و به جامعه تحویل بدهد، 50% کار حل شده. ما هنوز تو 50% اول هستیم در واقع توی نیروی متخصصی که مشخصا بخواد توی معدن فعالیت بکنه با فاصله 1000 کیلومتری چجوری میتونه این ارتباط برقرار بشه؟
چقدر شرایط بازه که مثلا یه لیسانس کوآپ برای دانشکده‌های صنعتی تدارک دیده بشه که دو ترمشون رو بتونن توی مجموعه شما بگذرونن، یه کارآموزی طولانی مدت تر باشه که این ارتباط حفظ بشه. ببین حالا چون پاس دادنش سمت اساتید و دانشگاه بدون این که فکر میکنم یه خورده به این سازوکاره بخواییم نگاه بکنیم خیلی هم منصفانه نیست. ببینید حالا یه مجموعه مثل مجموعه گلگوهر نه امروز و دیروز که حداقل بگیم که بیش از 15 سال هستش که در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستن. دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما آیین نامه انجام پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رو در مجموعه گلگوهر نوشتیم و هر چند سال یک بار آپدیت میشه. و اون داریم به شخص با شخص خود دانشجو داریم قرارداد می‌نویسیم. داریم به شخص دانشجو هزینه پرداخت می‌کنیم مستقیما به خودش. اسکانش، ترانسپورتش، غذایش، تستاش، آنالیزاش، ماموریتاش، مقالاتی که میده پاداش بهش میدیم که اگر که اختراعی داشته باشه بهش پاداش میدیم اونجا. همه اینا واقعی هستش. ما همین الان داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 25 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا دارن برای ما کار انجام میدن و تمام این کسانی هم که بعد از اتمام در واقع دوره پایان نامه‌شون از مجموعه گلگوهر خارج میشن تمام کسانی هستن که متخصص و ماهرن. پس بنابراین و علاوه بر تخصص فنی، تخصص گفتمان صنعتی دارن. ما یکی از مهمترین ضعف‌های تحصیل کرده دانشگاهیمون این هستش که اگر که واقعاً با صنعت آشنا نباشه، با محیط صنعتی آشنا نباشه، با هیجانات صحبت می‌کنه. این در واقع با غیر مسائل غیر واقعی داره صحبت می‌کنه. کسی که میاد در مجموعه حالا صنعتی کار انجام میده که حالا مجموعه گلگوهر رو من دارم مثال می‌زنم، از طرف خودمون صحبت میکنیم، کسی که از مجموعه گلگوهر خارج میشه پایان‌نامه‌اش اونجا میگذرونه، اگر که مشکل سربازی نداشته باشد همون زمانی که دانشجوی ما هست مشغول کار شده، یعنی به راحتی مشغول کار شده، اون شخص هم صرفا حالا نمیگیم که متعلق به همون در واقع منطقه اطراف گلگوهر است، از تمام جای کشور، از تمام دانشگاه کشور ما داریم دانشجو میگیم. حالا این مسئله رو ما بازم میام ضعف رو من برمیگردم مثلا به دانشگاه. استاد دانشگاه حوصله‌اش نمیشه از دانشگاهش بیرون بیاد، همکاری در واقع با دانشجوش معمولا ضعیفه، خیلی معدود اساتیدی هستن که همراه دانشجوشون هستن و سر میزنن حالا به صورت مجازی یا حضوری چک میکنن و حتی همونایی هم که دارن میان دائما دانشجو رو رصد میکنن، میان همراهش حتی تست هم میزنن تو آزمایشگاه‌های ما. من تو پرانتز عرض کنم با دانشجویی دو هفته جلو بودم دفاع داشت از دانشگاه شاهرود بود، من بعدش خودم فهمیدم چقدر ما هزینه کردیم. موقع خودش شروع کرد توضیح دادم من 400 تست اکسپت شده داشتم داخل این پایان نامه غیر از تستی که فیل شده. 400 تستش رو من هم موقع چک کردم، دیدم که از مراکز در واقع آزمایشگاهی کشور هر دونه 1,000,000 تومان میگیره اون تست رو میزنه. فقط برای پایان نامه کارشناسی ارشد 400,000,000 تومان صرفا هزینه تست های ما شده. ما داریم ازش استفاده میکنم، ما بهره من 400 میلیون برای مجموعه گلگوهر شاید از این عددی نباشه، ولی از نتیجه اون ما استفاده کرد. خب و اون شخص هم به عنوان یک شخص خبره در واقع تحصیل کرده بیش. من یه نکته اینجا فقط بگم که این گلایه هم رو از دانشگاه تکمیلش کرده باشم دیگه. بعد اون پایان نامه رو برای من برداشت آورد، دیدم که برگه دومش رو برق زدم، دیدم نوشته منشور اخلاقی، تمامی حقوق مادی و معنوی این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه فلان است و به قولی بهره‌برداری از آن به این نهوکانه حرام محسوب میشه. حالا اون اصطلاح خودشون بودش دیگه. خب این چه چیزی از من خودم فیدی من نمیگیرم، من تمام هزینه‌اشو من دادم، عنوانش من تعریف کردم، مشاور سندیش با ما بوده، کل هزینه‌اش با ما بوده، حالا تمام مالکیت معنویش مال شما هستش. این جایی هستش که حلقه مفقوده است. ما میگیم آقا اگر که اون شخص ما خبره بشه، اون دانشجو در واقع میخواد از تحصیل کرده خبره از دانشگاه میخواد خارج بشه، بیارش تو سند، پایان‌نامه سنتی برایش تعریف کن. حالا مسائل انگیزاننده رو هم برای دانش برای سند حداقل جلوه کار رو حفظ کن دیگه، دیگه اونو به قول معروف این کار رو انجام نده. حالا ما در کل مسئول اجتماعی ما مسئول میشه و بهره‌برداری فنی هم از موضوع میکنیم، اما اگر که شخص میخواد موفق بشود در بعد از دانشگاه و میخواد به راحتی در صنعت یا در معدن در واقع استخدام بشه، بایستی
تحصیل کرده این ماهر باشه، حالا به هر دلیلی که دانشگاه بتونه این کارو انجام بده. من از منظر خودم میبینم این رو، من تخصصم اقتصاد سیاسی مسئله رو آقای دکتر تو پرنفس صد دانشگاه باید میگه ما تو سمت صنعت هم مثلا گل گوهر یک استثناس توی زمین معدن سرغوری زنجان مثل سامون گل گوهر رو یک استثنا شما در نظر بگیرید. یک مسئله که توضیح معدن داریم، اختصاصی هم توضیح معدن اگر بخواییم صحبت کنیم، این معدن اصلا نیاز به نوآفرینی نداره. منظورم از نوآفرینی دقیقا آنترپرونرشی هستیم. ما به اشتباه میگیم کارآفرینی، ولی اون مفهوم کریتیو دیستراکشن که شون پیتر بگیم اساسا نیاز مرکز آغاز کنید پس اساسا اصلا معدن نیاز به نوآفرینی نداره. ولی چی؟ برای اینکه شما به یک کارپنسار رو یه سخت اسید خاک رو میگیرم میزن تو اسید از اونم شمش تحویل میگیرم میپوشم به ترکیه تموم میشه. یعنی شما هر کاری بکنید این دیگه همین کار رو میخواد تا اول ادامه بده. خام فروشی هم که براش سود داره اصلا چرا باید دیگه سرمایه گذاری بکنه؟ ساز و کاری که براش تعریف شده اشتباهه. یعنی چرا نمیتونه ارتباط بگیره با دانشگاه؟ یه دلیلش این خام فروشی همیشه تو ایران جواب بده دیگه. ما صنعتمون شوخی که نداریم با خودمون، صنعتمون صنعت عربمون. شما مقایسه بکنید کشوری مثل ترکیه با اون جایی که عربستان داره سمشن کشورهای اطراف خودمون صنعتمون خیلی عربمون است. ما اگر وزیر نفت چند وقت برگشت گفت ما اگر 240 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نکنیم که 10 سال آینده رو صنعت نفت اون صنعت نفت اون صنعت ورشکسته، ما اصلا 10 سال آینده نمی‌تونیم 240 میلیارد دلار نفت بفروشیم که بخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. طبیعتاً یه طرف دیگه اینه که اصلا منتفع از یه دانشگاه صنعت، ولی صنعت هزینه‌اش رو هم تحمل نمی‌کنه. شما نمونه‌های خارجی رو اگر ببینید فاند دانشگاهی رو صنعت داره می‌ده، اصلا اونجا دولت هزینه‌ای صرف نمی‌کنه برای فاندهای دکتر به ندرت مگر تو حوزه‌ای خاصی تاریخ باشه فلسفه باشه این طور. صنعت چون داره هزینه‌اش رو میده مشخصاً هم میاد و میسه بالا سر کار میده. خب من سیلابس رو هم من تعیین می‌کنم، آیا تمام واحدها باید تو دانشگاه گذرم نمیشه یا نه بیاد واسه بالا سر من بالا سر کارگر من میتونه چجوری داره کار میکنه بهره وری رو برام افزایش بده فرآیند رو باید طراحی بکنه. چون منتفع اصلی اینجا ببین شما سالانه چند نفر مهندس بردارن دانشگاه کشور فارغ التحصیل میشه؟ کارشناسی رو اگر در نظر بگیریم 5 تا 6 هزار نفر و ظرفیت کل کسانی که میتونن توی صنعت استخدام بشن چقدر؟ 2000 نفر. مثلا شرکت ایران ترانسفر بگیریم، مثلا شرکت تسکو بگیریم، بیشتر از این نیست. اگر بیاد برنامه خودش رو مشخص بکنه سر بگه من تا 10 سال آینده این ترند دنیاست، این خواست منه، اینم وضعیت رقبای من تو کشورهای اطراف، من فکر میکنم که تو 10 سال آینده میشه 2000 نفر نیروی کارشناس برق نمیخوام، نیروی معدن نمیخوام، و بیاد بر اساس اون هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه و دولت رو هم ملزم بکنه به این که چون من هزینه‌اش رو میدم شما هم باید به ساز من برخصید استفاده، من باید تعیین بکنم که چه نیرویی میخوام چه تخصصی میخوام. من اصلا تعیین میکنم که دوره رو دانشگاه تهران میگذرونه یا مثلا بفرستمش ترکیه دوره ببینه یا نه بفرستمش آمریکا پولش رو دارم میدم دیگه دوستم این اتفاق بود. چون هزینه نمیکنه خواستی هم نداره از اون یه جور ما میگیم ساخت و باخت انگار خیلی گرونه وسایی تکنوفودالیسم یه جورایی ساخت و باختی کرده که تو با من کاری نداشته باش، من با تو کاری ندارم، هر وقتم خواستم تکنولوژی میرم و خارج میگردم بدون که این تکنولوژی بومی بشه حتی. یعنی اگه فرده این تکنولوژی هم خواهد بشه من دانش تعمیر این رو هم ندارم. اتفاقی که میفته چی؟ اتفاقی که میفته صنعت هر روز داره عقب مونده‌تر میشه، دانشگاه ارتباطش با صنعت قطع میشه. چرا میره میشه صنعتکار میگه من این طرح رو دارم و صنعتکار میگه خب بشه در دارم میخواد وقتی واردات من ممنوع من میتونم همین چیزی که هست رو دو برابر قیمت جوابش بفروشم، مثلا چه نیازی به تو دارم؟ و در نهایت من احساس من اینه، احساس من اینه که سرنوشت کارخونه تی 10 سال آینده جلو چشم همه کارکنان نیست. مگر اینکه چند تا اتفاق بیفته. یک اجازه بدیم فناوری بومی سازی بشه. بومی سازی نه اینکه خودمون بریم دنبالش. بریم به مرور فناوری رو درصدی وارد بکنیم. یعنی اول کامل وارد بکنیم. بعد بیایم یک درصدیش رو خودمون تولید بکنیم. بعد بیایم فرآیندهاش رو هم خودمون طراحی بکنیم. و این جزء در سایه ارتباطات مناسب با جهان اتفاق میفته. دوم که صنعت و دولت بیان یه رگولاسیون برای خودشون تعریف بکنن. بگن که خب اگر قرار صنعت هزینه یه تحصیل همه رو بده، تحصیل منظورم تحصیلات آکادمیک هست، تحصیلات که به درد صنعت میخواد، اگر قرار صنعت هزینه شو بده برنامه هم بده من میخوام 10 سال آینده خودم کجا بکنم. و در نهایت این رگولاسیون رو دولت باید انجام بده و دولت هم باید کوتاه بیاد.
این که من بیام سیلاب تعریف بکنم برای دوست دانشگاهی چون خودم اینجوری میخوام سنتم طبیعتا این رو قبول نمی کنم و مشخصا هزینش رو ما نیاز به چسب داریم، چسب میخوایم. چسب توی اکوسیستم کارآفرینی مشخصا بروکرهایی هستن که تو حوزه فناوری دارن کار میکنن، کارگزارایی هستن که تو این حوزه دو طرف قضیه رو خیلی خوب میشناسن. مثالاش مثلا بومرنگ هست، شبکه تبادل فناوری هست. حالا مثلا شبکه تبادل فناوری همین ماجرا رو توی صنعت نانو خیلی قوی فعالیت داشت، ولی کلا کارگزار و بروکر درست و حسابی هم خیلی کم داریم، خیلی کم داریم توی این فضا. یه مدت هم این مرکز تحول همکاری پیشرفته ریاست جمهوری داشت روی این قضیه خیلی عمیق کار میکرد که بره سمت تعریف کارگزارای مختلف با همین کانسپت چسبوندن دو طرف، چون حتما شما از نظر حس کردین یه چیزی این وسط نیاز هستش که واسطه دگری بکنه، ولی نه حتما سمت دانشگاه باشه نه حتما سمت صنعت باشه. این تیکه چیزی هستش که تو کشور ما نیازه. دکتر دهخانی هم حتی روی این تعریف کارگزارها، حتی تربیت کارگزارهای متخصص هم داره یک بودجه سنگینی هم بابت همین قضیه میزنه. اما امیدواریم که برسمش. ببخشید من یه توضیح ببینید، بازم من طبق فرمایش خودتون به این حالا این مفهوم در حال در نظر بگیم، من میگم که ببینید صنعت و دانشگاه رو مثلا این ارتباط صنعت و دانشگاه اصلا یک کلمه به قول معروف شاید ایرانی شده باشه. خب اصلا ما چیزی به نام صنعت و دانشگاه اگه بخوایم این دو تا از هم تفکیکشون کنیم داریم اشتباه میکنیم. اگر اینا همونجوری که من اصلا اشاره کردم، اگر که یک اکوسیستم هستن، یعنی یه جا مشکل داره یه جا میخوام حلش کنم، این دوتایی دارن همدیگه رو پوشش میدن. دانشگاه داره بهره میبره در واقع از صنعت، هم از نظر مالی و هم از نظر علمی. صنعت هم داره از دانشگاه بهره میبره، حل مشکلش رو انجام میشه و در واقع فرآیندش هم داره بروز میشه. این چرخه اگر که یه جای قطع بشود میگن ارتباط صنعت دانشگاه قطع شده، در حالی که این اصلا جدا نبایستی باشنش. صنعت بهره‌بردار هست، نیاز داره، بنگاه اقتصادی هم هست، بنگاه اقتصادی هم سودش رو فقط میشناسه، چیز دیگه نمیشناسه. اگر که صنعت یا هر جای دیگه میتواند به هر طریق ممکن مشکلش رو حل کنه که اون به سوداوری خودش برسد، اون صنعت باش کنار میاد روی مسئله. و اون بحث در واقع تعریف در واقع سیلابسای درسی هم به نظر من دانشگاه کی اومد، من هنوز نیدم دانشگاه کی اومد با صنعت بشین مشورت کنه بگه که آقا من شما چه چیزی لازم دارید که من میخوام براتون انجام. من یادم میاد اساتید خود ما زمانی که میخواستن در واقع چند سال گذشته، چون رشته من فراوری مواد معدنیه، در زمین فراوری مواد معدنی من دیدم که اساتید دارن سیلابس رو تغییر میدن، گفتیم خب خیلی چیکار کنیم؟ گفت ما تمام دانشگاه ها نشستیم داریم با هم دیگه تصمیم میگیریم که چه آیتم هایی رو دوباره برای بچه‌ها درس بدیم. خب به چه درد ما میخوره این وسط؟ شما بیاید اینجا ببینید ما چی میخوایم. گفتم مثلا یکی از به فرض میگن، حالا من کیس اینجا مثال میزنم، گفتم اور هندلینگ، آقا حمل مواد کجای این رشته‌ای که من دارم کار میکنم درس میخونم اینو نگذاشید، ولی بیشترین مشکل رو هم از توی فرآیندها من تو همین حوزه دارم، یا در واقع بگیم که این حوزه مشکلات زیادی داره. این کجای درسایی هست که داری با من میدی؟ چرا داخل سیلابس نمیاریش؟ خب نمیدونستی من هستی، خب نمیدونستی از من چرا نیومدی بپرسی؟ پس نه، بس ببین مثلا دانشگاه داره برای جدا داره باز کار میکنه، صنعت هم میگه که خود دانشگاهی داره برای خودش کار میکنه، پس من برم پیمان کار پیدا کنم به هر طریقی میتونم مشکلم رو حل کنم. این ارتباطه دو طرفه هست، دو طرف دارن برد میکنن. اگر که این در واقع واقعیت رو دو طرف نپذیرن که هر دو طرف دارن سود میبرن از این قضیه، باز ما همین مسیر رو ادامه میدیم، اونا راه خودشون میرن ما راه خودمون میریم. و مثل آغازا من سوال بعدی این بود که فکر میکنیم بزرگترین مانعی که وجود داره در میان راه هست آقای نوآور و صنعت چی هست که فکر کنم همتون به خوبی بهش اشاره کردین. من فقط دو تا سوال دیگه میخوام مطرح کنم با توجه به اینکه خیلی وقت تنگه. میخوام ازتون بپرسم که از نظر شما نوآوری تو حوزه معدن و هارتک چه تعریفی داره؟ چی رو شما نوآوری تعریف میکنید توی این حوزه؟
بزنم شما ببین کل نوآوری یک تعریف ساده داره، هر چیزی که اینپوت رو کاهش بده با نگه داشتن یه اوتپوت مشخص، یعنی که اوتپوت رو افزایش بده با همون مقدار اینپوت که شما حالا میتونه که فرایند در واقع شما یک تصمیم نگیری میتونید کوتاه‌تر بکنید، میتونید یک نیروی اضافه بذارید ولی هزینه‌هاتون رو به نحوی کاهش بدید. هر چیزی که باعث بشه شما در نهایت نتیجه که بیرون میاد بیشتر بشه، بیشتر منظورم نه صرفا به لحاظ عددی یا کم کیفی هم باید بهتر بشه، هر چیزی که باعث بشه ما بهش میگیم نوآوری. منتها یک تعریفی توی صنعت باید به این اضافه بشه. اون تعریف هم چیه؟ صنعت همونطور که آقای مهندس فرمودن یک چیز میفهمه، سود. من دارم از مصرف امروزم میدم، چرا من این رو نباید بین سهامداران توضیح بکنم و بیام اینو سرمایه گذاری بکنم که در نهایت کپی برداری هم میشه، مهندسی معکوس هم میشه، بقیه ازش منتفع میشه، چرا من نفر اول میشه؟ اگر بتونیم این فرایند رو جوری تعریف بکنیم که سودش مشخصا تعریف شده باشه، میشه گفت که نوآوریتون صنعت اتفاق افتاده. حالا یه جایی از شما میتونید از نسل‌های مختلف انقلاب صنعتی استفاده بکنید، یه جایی از ماشین بخار بوده، یه جایی از الکتریسیته بوده، یه جایی از انفجار اطلاعات بوده، الان همه اینا با هم ترجمه شدن تو بحث اینترنت و اینترنت اشیا. شما اگر بتونید از این استفاده بکنید برای اینکه اشتباهات انسانی رو کاهش بدید، نیروی کار یعنی در واقع نیرویی که براش لیبری که براش می‌ذارید رو کمتر بکنید، طبیعیه که نوآوری اصلا اتفاق افتاده، اصلا نیازی نیست شما تلاشی بکنید برای اینکه نوآوری بیاد. اگر نه نتونید اینها رو در یک جا تجمیع بکنید، شما هر کاری هم بکنید نوآوری اتفاق نمیفته، فقط یک فرایند به فرایندهای قبلیتون اضافه میشه، یعنی انگار صنعت شما هم داره بروکراتیک تر میشه. بحث نوآوری بازم همیلایی مثلا شاید کردن که همونجا تعریفش یکی هستش، ما چه در صنعت معدن باشیم چه صنعت در واقع موبایل باشیم، هر جفتش تعریفشون از نظر تعریفی یکی هستن، فقط تفاوت در این هستش که معدن و در واقع نوآوری در معدن صبر و حوصله میخواد. معدن بازارش مشخصه و مصرف کننده هاش هم مشخصه، مصرف کننده نوآوری و خلاقیت ما منظورم هستش مشخص هست که چه کسانی هستن. کسی که میخواد توی حوزه معدن بیاد نوآوری داشته باشه با کسی که در حوزه یا در همون سنگ ما بینیم میبینیم که در واقع بحث های حالا الکترونیک یا در واقع بحث های مشابه این صورت عمل بالاتری داره در نوآوری ها، به خاطر این استش که یک بازار مصرف نوآوری در اون حوزه خیلی بالا هست و رقبا زیاد هستن اونجا برای کار کردن. و یک مسئله دیگه این استش که مصرف کننده های ما هم شما در نظر بگیر، مثلا به فرض میگه در صنعت موبایل یه بار میگه که خب این مصرف کنندهش کیه، کی بهره برداری موضوع هست، میگه چند میلیارد جمعیت دنیا هستش، پس من یه بازار خیلی گسترده داره و خیلی سریع هم فیدبک هاش در واقع به اون نوآور منتقل داره میشه. اما حوزه معدن کی میخواد مصرف کننده نهاییش دقیقاً کی هستش؟ مدیران ارشد سازمان نیستن. مصرف کننده کسی که وقتی زمانی ما نوآوری رو انجام میدیم، اپراتور دستگاهی هست که میخواد به اون دستگاه کار کنه، اون میخواد از اون نوآوری ما استفاده کنه، از اون خلاقیتی که ما اونجا به خرج دادیم میخواد استفاده کنه. اگر که ما نریم با زبون اون نوآوری کنیم، نریم مشکلات اون رو درک کنیم و توی جلساتمون بنشینیم و تصمیم بگیریم که فلان کار انجام بشود، قطع به یقین دچار مشکل میشیم. معمولا ما الان کارهایی که در صنعت خودمون داریم انجام میدیم، اولین سوالات رو حالا بعد از اینکه جلسه رو گذشته میشه در صد مدیران که این کار انجام میشه دیگه، اون جلسه تمام میشه میره، بایستی بریم با اون آقایی که آخرین نفر میخواد پیچ و صفر کنه صحبت کنیم، مشکلات رو با اون در واقع بیایم بررسی کنیم که آیا تو راحت هستی در نصب کردن این وسیله. میگه آیا اینو قبلا من میمدم مثلا فرض با حالا مثلا صحبت از وسیله ای است که وزنش حداقل 400-500 کیلوگرم یک تومن و بعضن مثلا بیشتر است، میخواد اینو بیاد حالا بلندش کنه، جای نصبش کنه، پیچش کنه، سفتش کنه، یا مثلا فرض اپراتور یه دستگاه دریل هستش، دریل حفاری هستش، اون شخص بایستی بهره ببره از اون کار. اگر که اون درست جواب نده، فیدبکش میاد به کجا میاد به مدیره، میگه میگن چطور، میگه خوب نیستش و همونجا اون نوآوری شهید میشه و کنار میذاریمش دیگه. یعنی ما بایستی بدونیم مصرف کنندمون کی هستش و با زبان اون در واقع بیایم این کارو توسعه بدیم. اگرم که اینو متوجه این در واقع اختلاف حالا اون زبان
در واقع گفتاری با بین اون شخص نوآور و اون مصرف کننده نباشیم، متوجه نباشیم، خیلی سریع ما هم سرخورده میشیم و خبر میکشیم میگیم جواب نداد تو معدن، کسی قبول نمیکنه. نه ما زبان معدن اگه یاد بگیریم اونا دارن استفاده میکنن، مشکلی نداره. ببین مثلا ممنون، من سوال شما رو عوض میکنم، سوال مخصوص برای شما میپرسم در لحظه مرکز چه کمکی میتونه بکنه که حالا اون چسبی که میگید بخواد ایجاد بشه یا توی ساز و کار فشلی که وجود داره بتونه ایفای نقش حداقلی داشته باشه؟ ولی که رسالت جدیدی رو داریم برای مرکز کارآفرینی یا نوآفرینی داریم انجام میدیم. نه افتاده دیگه سر زبان و کارش هم نمیشه کرد. آره این کارآفرینی خب مدل جاب کریشنه، مدل خود کارآفرینی چیزی که میدونیم نیستش. یه اتفاقی که خیلی دوست داریم تو پوست اندازی، چون مرکز خب دو دهه از عمرش میگذره، وارد دهه سومه زندگی شده، احساس می‌کنم تو دهه سوم یه ذره بعد از فعالیت ترویجی قدم بردار جلوتر، روی بحث تیم سازی خیلی بیشتر کار بکنه. یکی از مواردی که برای خودمون قرار هست تعریف بکنیم اینه که دانشجو و اساتید رو بیشتر با نیازهای فناورانه صنعت استکاک بدیم. این فکر می‌کنم اگه ما همین کار رو انجام بدیم خیلی هنر کردیم. چرا؟ چون این اتفاق میتونه به ایده سازی یا حداقل قلقلک دادن ذهن دانشجو موثر باشه. یعنی من میگم دانشجو من نمیدونه یه جاهایی رو نیازها رو دقیق نمیشناسه، یا حتی اگه بشناسم خیلی کلیه، چون ما تو پارک خیلی با این قضیه سر و کار داریم که مثلا رفتیم سراغ شرکت بزرگی، ما تو الان چیه دغدغت، نیاز چیه، من مثلا متناسب با اون مثلا شرکت به شما معرفی کنم، یا حتی ممکنه که بعد یه چیزی به خاطرش متولد بشه. میگم هوش مصنوعی ببخشید، هوش مصنوعی به معرفی کنید، من هستم مثلا. خب این خیلی کلیه، این چه فیچری باید باشه، چه اتفاق خاصی باشه، چه فرایند خاصی رو دنبالش هستی، چه مدل خاصی، وقتی اینا این تیکا مشخص نیست کارو ما سخت میکنه. ولی یکی از اتفاقی که خیلی داریم بابتش تمرین مختلف انجام میدیم و سال بعد پیاده سازی میخوام بکنیم همینه که هی با نیازهای سن، نیازهایی که حتی خودم ممکنه که تو اون جراحیش به مجموعه مقابلم کمک کرده باشه، اینا رو هی استکاک بدیم دانشجو اساتید با این نیازها که بکنه منجر به اون ایده سازی یا حتی تغییر فناورانه بشه. خیلی ممنون. سوال آخرم تقریبا چه صحبتاتون هست، من میخوام ازتون بپرسم چه تکنولوژی نوظهور و ترندی الان توی حوزه معدن یا صنعت وجود داره که نظرتون رو جلب کرده، یا اینکه نیاز فناورانه‌ای که الان حوزه معدن مشخصا داره و فکر میکنید که این نیازش اگه حل بشه حاضر به سرمایه گذاری هست، اون نیاز چیه که حضار هم بتونن یه خورده ارتباط حد اقلی با مدن تو این جلسه برقرار کنن؟ خوش مصنوعی تو چه لولی؟ تو چه فیلی؟ بازم من برمیگردم سر همین مسئله. ببینید معدن، حالا من میگم کلا صنعت ما به طور کلی از نظر بحثای تکنولوژی یه چند سالی عقب هستش، حالا چندش با خودتون یه چند سال هستش دیگه عقب هستش. چرا که ما شاید بحثای در واقع خام فروشی ها، بحثای فروش های راحتمون ما رو اون تارگته چی بود؟ در واقع سوداوری، اون چیزی که ما داریم یه سرمایه میذاریم، یه پولی میخواییم به دست بیاریم، کی بازگشت سرمایه داریم و کی داریم سود میکنیم. ما دیگه نگاه نکردیم، هیچ برنامه ریزی بسیار کلی دارم میگم، جرمه کل کشور رو داریم میگیم، برنامه ریزی در واقع کلان کشور بوده. بحث های خام فروشی رو شاید ما شاید کمتر از 10 سال هست، من هم حوزه سنگ آهن رو دارم بیان میکنم، شاید کمتر از 10 سال هست که ما یک بار از دانه بندی سنگ آهن که خام فروشی محسوب میشد، بقیهش محصول نهایی بود، اومدیم رسیدیم به آهن اسفنجی و مواردی از این قبیل. در واقع میگیم ما تا 10 سال جلوتر میگفتیم آقا اگه که سنگ فقط از معدن اومد بیرون دانه بندی شد دیگه این محصول است، میتونیم بفروشیش، میفرستادیم بندر عباس و فروش میرفت و برای یه شرکت هم درآمدزا بودش بخیر. بعدش بودن کنسانتر، تا کنسانتر دیگه اگه کمتر از کنسانتر باشه هنوز خام کنسانتره تولید شده نه حالا گندل سازی. چرا همون اول ما نشستیم برای خود برنامه‌ریزی کنیم آقا ما داریم چیکار سرمایه‌ای کشور داریم می‌فرستیم بیرون،
ما 10 سال دیگه بیشتر سنگ آهن نداریم. حالا نه خیلی خوب خوشبینانه میگیم 15 سال دیگه سنگ آهن کشور هستش. بعدش ما چیکار کنیم؟ بعدش آیا ما میخوایم بریم سنگ آهن وارد کنیم؟ این جای در واقع حلقه مفقوده اینجا هست که چرا برنامه‌ریزیمون از اول در روی زمین نبوده که بیایم و انتهای زنجیره رو به قول معروف در نظر بگیریم برای این مسئله. حالا اینا بحثایی هست که شاید خیلی جای قولی صحبت توی این جلسه نداشته باشه، ولی همونی که ما اسمش رو هم بگذاریم به قول معروف همون بهره‌وریه بخوایم در نظر بگیریم، هر تکنولوژی و هر موردی که موجب افزایش بهره‌وری در واقع در مجموعه ها بشود، اون تکنولوژی مورد قبول اون مجموعه خواهد بودش. مهمترین و اساسی ترین مشکلی که الان صنایع معدنی ما باهاش روبرو هستن، من معدن رو هم این رو هم در نظر بگیرید، چون این مسئله رو در واقع این جلسه برای اولین بار هستش در این سطح برگزار میشه در مجموعه شریف، این معدن رو به صرف اکتشاف و استخراج و باریه تا قبل از کارخونه در نظرش نگیرید. ما معدن رو اگر اومدیم این فرنگی در واقع توی ذهن ما نشست که معدن از اکتشاف تا محصول نهایی است، ما معدن و صنعت رو کنار هم دیگه دیدیم، اون موقع داریم تلاش می‌کنیم که اون فرنگ خامفروشی رو از ذهن خودمون خارج کنیم. ولی اگر که هنوز ما تو ذهنمون معدن رو همون سنگ و همون پیت و همون تونل‌های در واقع استخراجی در نظر گرفتیم، هنوز تو فکر خامفروشی قبلی هستیم. اینا رو بایستی یک مجموعه به هم پیوسته در نظر بگیریم. اما مهمترین رکن و اساسی ترین، یکی از اساسی ترین ارکان یک معدن که تو برنامه‌ریزی مدیریتی اون بایستی در نظر گرفته بشه، بحث اکتشافات. ما تو بحث اکتشافات در سطح کشور عدد عمق اکتشافات ما یک عدد بسیار وحشتناک است. اگر در دنیا متوسط اکتشافات رو در حد چند ده متر در نظر میگیرن، چند ده متر عمق زمین دارن در نظر میگیرن، در ایران دارن در حد چند سانتی متر در نظر میگیرن متوسط اکتشافات. پس بنابراین ما جای اکتشافات خیلی زیاده. اگر امروز داریم میگیم که سنگ آهن ما تا 15 سال دیگه تموم میشه، دلیلش این است که ما اکتشافاتمون کامل نشده. آیا ما اکتشافات عمیقمون انجام شده و میتونیم ذخایر عمیق‌تر رو هم در نظر بگیریم؟ اگر که من بازم دارم کیسم رو سنگ آهن میگم، ما بقیه عناصر هم به ترتیب هستش. حالا دوستان ایمید رو یکاش اینجا بودن و اون استراتژیاشون در مورد در واقع عناصر نادر و عناصر استراتژیک رو اینجا مطرح میکردن که ما چقدر کار کردیم و چه برنامه اکتشافی روی این مسئله دارن. اینها هیچ کدومش کار نشد. حالا من هم سنگ آهن رو دارم صرفا میگم. آیا ما تکنولوژی در واقع معادن زیرزمینی آهن رو آوردیم توی کشور یا داریم میاریمش؟ آیا داریم دنبال میکنیم این قضیه؟ چقدر جدی هستیم؟ آیا هنوز به فکر همین معادن روی سطحیمون هستیم؟ اینا نیازمند اکتشافات هست. اکتشافات هم هر تکنولوژی و هر در واقع تجهیز و هر نوآوری که در زمینی اکتشافات بتونه کمک کنه مجموعه های معدنی، بزرگترین کمک رو در واقع به مجموعه معدنی کشور کرده. این طرح یه طرح ملیه. این طرح رو هر کسی که بتونه روی موضوع کار کنه واقعا جای کار داره و باید سیر مسئله استفاده بشه. ما اطلاعات قدیمی زیادی داریم که بعضا دارن خاک میخورن، نیاز بازخوانی دارن. ما اخیرا طرحی رو هم شروع کردیم در محدوده های در استان کرمان، استان فارس داریم روی اون طرحهای در واقع اطلاعات قدیمی در واقع اکتشافات که کار شده در بازخوانی میشه و به زبان خیلی از این در واقع اطلاعات، مثل حالا شما تصور کنید این نوارهای مغناطیسی که دیگران نمیشه ازشون استفاده کنید، در این لول هستن. باعث اینا بازخوانی بشه و برگرده بتونیم نقاط امیدبخش اکتشافی رو به حالا اون دستگاه‌های افراری و یاتی با اکتشافی بدیم. و تکنولوژی خیلی مهمی که میتواند به کمک اکتشافات ما بیاد و ما همین امروز توی دنیا دارن همه راجع به پهپادهای ایرانی صحبت میکنن دیگه. ما یه پهپادهای ایرانی رو میتونیم به کمک اکتشافات بیاریم؟ قطعا میتونیم بیاریمش. اینا جای کار داره و بایستی اون تیم‌های دانشگاهی ما با تیم‌های در واقع حالا به قول معروف مصرف کننده هایی که پهپادا دارن بشینن گفتگو کنن، نهادهای مسئول رو به عنوان یک طرح ملی در واقع بهش نگاه کنن و از این تکنولوژی استفاده بشه بیاد و مجددا نقاط امید بخش
معادن کشور رو تا اونجایی که ما میتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم بیارن روی میز بگذارن و تیم های این هم با یک تیم و دو تیم هم کار نخواهد شد. پهنه ایران اسلامی بایستی این اکتشافات روش انجام بشه و اگر ما امروز این کار رو انجام بدیم که خیلی عملا دیر شده، توی خیلی از مسائل معدنیمون دچار مشکل خواهیم شد و آینده نزدیک برای این هم کارخونه فراوری و گندرسازی و ذوبی که توی سطح کشور داریم قطع به قطع نیاز به واردات مواد اولیه خواهیم داشت که این به صرفه نخواهد بودش. این مسئله بودش که تو بحث حوزه اکتشافات هر تکنولوژی میتونه، اینو من صرفا رو حوزه اکتشافات گفتم، خیلی از جای بحث زیاد داره ولی اکتشافات یکی از ضروریت ها برای نظام معدنی کشور هست که مسئولین واقعاً بایستی با یه نگاه ملی به این موضوع در واقع دقت کنن و شرکت های خصوصی رو هم در مرحله بعدی بعد از اینی که این پلن ریخته شد و نقاط امید بخش مشخص شد، شرکت های خصوصی قطع به یقین میان و وارد گود خواهند شد و کمک می‌کنند. خیلی ممنون. یه بازار اسکیل پذیری هم دیگه مهندس قربان نژاد بهتون معرفی کردن.